دوستان خسته نباشید، وقتتون بخیر. جلسه اول از کتاب استودیو د در مقطع آیلتس 5 رو امروز با هم دیگه شروع میکنیم. اگر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید، زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فشار بدید که به محض آپلود جدید هر ویدیو خودتون همون لحظه با خبر بشید. اما درس اول از کتاب استودیو د در مقطع آیلتس 5، Sprachen und Biografien. خب بیدرنگ میریم سراغ تدریس درس اول از کتاب استودیو د. Deutsch lernen. زبان آلمانی رو یاد گرفتن. Circa 20 Millionen Menschen in der Welt lernen Deutsch. تقریباً 20 میلیون انسان در دنیا زبان آلمانی رو یاد میگیرند. Sie lernen in Sprachinstituten, Universitäten, Goethe-Instituten und Volkshochschulen. اونها در انستیتوهای زبان، دانشگاه‌ها، مؤسسه گوته و فولکس‌هوخشوله‌ها یاد میگیرند. Sie lernen im Kurs oder zu Hause mit Partnern oder auch allein. اونها در کلاس درس یا در خونه با پارتنر و یا همچنین تنها یاد میگیرند. Sie lernen mit Büchern, CDs oder mit dem Internet. اونها با کتابها، CDها و یا اینترنتی یاد میگیرند. Wir stellen einige Personen vor. ما تعدادی از این اشخاص رو معرفی میکنیم. نمبر 1. Lern Biografien. Welche Fotos passen zu den Texten? کدوم یکی از این عکس‌ها میخوره به این متن‌ها؟ Alice Bradova kommt aus Brno. Auf Deutsch Brünn. آلیس از برنو میاد یا به زبان آلمانی از برن. Das ist in Tschechien. این در چکه. Sie hat als Kind einen Deutschkurs an der staatlichen Sprachschule besucht und später im Gymnasium weiter Deutsch gelernt, weil ihr Deutsch Spaß gemacht hat. Und از زمان کودکی، als Kind، از زمان کودکی یک کورس زبان آلمانی رو در staatlichen Sprachschule، در مدرسه زبان دولتی شروع کرد. hat besucht یعنی دیدن کرد، شروع کرد. و بعداً در دبیرستان ادامه زبان آلمانی رو یاد گرفت. ویل، چون که این ویل اتفاقا درس امروز ما در مورد گراماتیک یک بخشیش در مورد ویل هست، چون که زبان آلمانی به اون حال داد. زی هد زیخ زیر فر دی دویچه لیتراتور انترسیت اونت فیل گلیزن. اون خیلی به ادبیات آلمانی علاقه داشت و خیلی میخوند. Österreich war nicht weit, aber das Problem war das Visum und alles war viel teurer als in der Tschechoslowakei. اتریش دور نبود اما مشکل ویزا بود و همه اینها خیلی گرونتر از چکسلواکی بود. Nach 1990 war sie oft in Österreich und auch in der Schweiz. بعد از سال 1990 اون اغلب در اتریش بود و همچنین در سوئیس. Sie erinnert sich noch genau an ihre erste Reise nach Wien. اون به یاد میاره هنوز دقیق an حرف اضافه erinnern sich حرف اضافه این فعل هست. اون به یاد میاره هنوز دقیقاً اولین سفرش رو به سمت وین. Heute arbeitet sie bei Schwarzkopf.
Das ist eine Kosmetikfirma. Im Ruß und Bar Schwarzkopf Karmikone. Jek Sherkate Arishbehdashti hast. Ihre wichtigsten Kooperationspartner sind Firmen in Linz und in Düsseldorf. مهمترین شرکای تجاریش شرکت‌هایی هستند در لینز و دوسلدورف. فراو برادووا رایست یتس اوف فیو ایر فیما. خانم برادووا الان سفر میکنه اغلب برای شرکتش. هیر لرنن زی رو من در جلسه اول براتون گفتم. über Sprachen sprechen, Gründe nennen, über die eigene Lernbiografie sprechen, Nebensätze mit weil, Komparation mit wie und als, Superlativ am höchsten, am weitesten, deutsche Wörter erkennen, der Wortakzent. So, Akira Nishikawa studiert Jura an der Nanzen-Universität in Nagoya. Akira درس میخونه حقوق رو در دانشگاه نانسن در ناگویا. Das liegt zwischen Tokio und Osaka. اون قرار داره بین توکیو و اوزاکا. lernt seit 2 Jahren Deutsch an der Universität, weil Deutsch für sein Studium braucht. اون یاد میگیره از 2 سال پیش زبان آلمانی رو در دانشگاه چون که زبان آلمانی برای تحصیلش بهش نیاز داره. Er interessiert sich für Technik und Geschichte. اون به تکنولوژی و تاریخ علاقه داره. Technische Erfindungen aus Deutschland haben ihn immer fasziniert. اختراعات تکنولوژی از آلمان Erfindungen اختراعات اونو مجذوب میکنه همیشه. Zum Beispiel kommen das Auto, der Computer und die MP3-Technologie aus Deutschland. به عنوان مثال ماشین، کامپیوتر و تکنولوژی MP3 از آلمان میان. Für die japanische Wirtschaft in Deutschland das wichtigste Exportland in Europa. برای اقتصاد ژاپنی ها آلمان مهمترین کشور صادرکننده در اروپا است. Die meisten Firmen haben ihre Deutschlandzentrale in Düsseldorf. اغلب شرکت ها دارن هدکوارترشون رو در دوسلدورف. Deutschlandzentrale. Headquarter یا همون ساختمان مرکزی. Akira meint, man muss die Kunden, ihre Sprache und Kultur kennen, weil man dann ihre Wünsche besser versteht. به نظر آکیرا، آکیرا meint، به نظر آکیرا یا منظور آکیرا این هست که باید مشتری ها زبانشون و فرهنگشون رو شناخت، چون که آدم بعدش میتونه درخواست هاشون رو بهتر بفهمه، مورد علاقه هاشون رو بهتر بفهمه، آرزوهاشون رو بهتر بفهمه. نسسیه ولی ایم زوما این اروپا رایز مخن. سال بعد اون میخواد که در تابستون یک سفر اروپایی رو انجام بده. زو تایل به فگرایشن زیدی تکست Und finden Sie Informationen, lesen Sie die richtigen Sätze vor. خب این رو دیگه من متن خوندم، ترجمه کردم و شما باید این رو انجام بدید. نمبر 2 هم همینطور. Notieren Sie Wörter aus den Texten zum Thema Beruf در مورد مشاغل. اون لغاتی رو که من برای شما ترجمه کردم رو لطفاً در بیارید و انجام بدید. نمبر 3 گابریل aus Italien und Rebecca aus Nigeria. Sehen Sie die Fotos auf Seite 8 an. Was sagen Sie über die beiden aus? Lesen Sie die Texte und notieren Sie Informationen zu den Fragen.
Wo haben Sie Deutsch gelernt? Was hat Sie motiviert? Yani چی اون رو جذب کرد؟ Was hat Ihnen beim Lernen geholfen? یعنی چی اون رو در آموزش ها کمک کرد؟ خب متن اول رو گابریلا رو میخونیم. Gabriela ist 26 und Italienerin. Gabriela ist 26 Jahre alt und Italienerin. Sie ist aus Palermo, hat in Udine gelebt und in Bologna studiert. Und aus Palermo hast, Palermoie, Ahle Palermoie, dar Udine zendegi karde va dar Bologna Ders konnte. Sie war Erasmus-Studentin und Donnerstuhl Erasmus. Erasmus ist ein Bachschi als Tassin, hast du schon mal mit Tunit Becharjas Keshwar, Edome Tassin, Rodarjekterm, Dotterm, Jeksal, Dosal, Anjambedit. Das heißt, sie ist für ein Auslandssemester nach Spanien gegangen. Bei ihm meine ich, und bei Jek. ترم خارج از کشور به اسپانیا رفته. دوت hat sie ihren deutschen Freund kennengelernt. در اونجا دوست پسر آلمانیش رو شناخت. Sie hat sich schon vorher für die deutsche Sprache interessiert, aber jetzt war sie begeistert. اون قبلا برای زبان آلمانی علاقه نشون داده، علاقه داشته، اما الان لذت میبره. Nach dem Studium ist sie nach München gezogen. بعد از تحصیل اون به مونیخ اسباب کشی کرد. رفت عزیمت کرد. Ihr Freund studiert dort und macht gerade sein Examen. دوست پسرش اونجا تحصیل میکنه و الان امتحاناشه. Ja, الان داره امتحان میده. Sie war in Bologna schon in einem Deutschkurs, aber in München hat sie noch zwei Intensivkurse besucht. Und در بولونیا قبلا schon اینجا یعنی قبلا در یک کلاس زبان آلمانی بود. اما در مونیخ اون دو تا کلاس فوق‌العاده رو انجام داد. Jetzt macht sie gerade ein Praktikum bei einem Gericht. Alon un dore yek dore azmayeshi ro praktikum ro dar dadgah anjam mide. Sie findet Deutsch fantasiereicher und komplexer als Italienisch und sagt, be nazar un zaban almani royayi tar va pichide tar az zaban almaniye va mige Deutsch ist eine Herausforderung, aber man hat auch Erfolg und das ist ein herrliches Gefühl. Zaban almani yek chaleshe, Herausforderung, amma hamchinin yek muvaffaqiyat ham dare va in yek ehsas fogolade ast. Herrliches Gefühl, yani ehsas fogolade. Khob matn Rebecca ro mikhonim. Rebecca spricht Englisch und Französisch und natürlich Yoruba. Das ist ihre Muttersprache. Rebecca sohbat mikone be Englisi va Fransavi va albatte Yoruba Nigeriei. In zaban maderishe. In der Schule hat sie zuerst Englisch gelernt. Dar madrese un dar ibtada zaban Englisi ro yad gereft. Mit 18 hat sie mit Deutsch an einer Fachhochschule begonnen. با سن 18 سالگیش اون زبان آلمانی رو در یک دانشگاه علمی کاربردی فخهوخشوله آغاز کرد. Sie hat dort eine Ausbildung als Sekretärin gemacht. اونجا یک دوره آموزشی Ausbildung رو به عنوان منشی منشیگری انجام داد.
Nach der Ausbildung hat sie für eine deutsche Firma in Lagos gearbeitet. بعد از آسپیلدونگ اون برای یک شرکت آلمانی در لاگوس کار کرد. Zuerst war Europa für sie eine fremde Welt, sagt sie. در ابتدا اروپا برای اون یک جهان ناشناخته بود، یک جهان غریبه بود. اون میگه. Am meisten hat sie interessiert, wie die Menschen in Deutschland, Österreich und in der Schweiz leben. اغلب اون علاقه داره که مردم در آلمان، اتریش و سوئیس چطور زندگی می کنند. Sie wollte die Länder kennenlernen und dort studieren. اون میخواست که این کشورها رو بشناسه و اونجا تحصیل کنه. Englisch war für sie eine große Hilfe, weil viele Wörter ähnlich sind. زبان انگلیسی برای اون یک کمک بزرگ بود چون که ویل خیلی از کلمات، خیلی از لغات شبیه هستند، ähnlich sind. Das hilft, wenn man Texte liest. این کمک میکنه وقتی که اگر یک متنی خونده بشه. Viele sagen, Deutsch ist schwerer als Englisch. خیلی هم میگن که زبان آلمانی سختتر از زبان انگلیسیه. Das stimmt aber nur am Anfang, weil es so viele Grammatikregeln gibt. این das stimmt. این درسته اما فقط در ابتدا چون که خیلی از قوانین گراماتیکی وجود داره. Aber das macht Deutsch später auch leichter und hilft beim Lernen. اما زبان آلمانی بعداً سبکتر میشه و کمک میکنه با آموزش ها. Im Moment studiert sie in Deutschland und arbeitet für ihr Universitätsdiplom. Später will sie in der Politik arbeiten, vielleicht im diplomatischen Dienst. در حال حاضر اون در کشور آلمان تحصیل میکنه و کار میکنه برای دیپلم دانشگاهش. بعدا اون میخواد که در سیاست کار کنه، شاید در سرویس دیپلمات. زو متن خیلی خوبی بود. نوما فیا رو کاری نداریم، نوما فینف رو هم کاری نداریم چون که متونش رو خوندیم. نوما زکس مشپاخیکایت بیوگرافیشس اتسیلن چند زبانه بودن، توضیحات بیوگرافیی. اینترویون زی اینن پارتنر اودر اینه پارتنرین ایم کورس شپاخن لن بیوگرافیه اینترسن. Was war leicht, schön oder schwer? Berichten Sie. میگه که مصاحبه کنید از پارتنرتون زبانها، بیوگرافی آموزشی، علاقه ها، چی ساده بوده، زیبا بوده یا سخت بوده و گزارش بدید. Gründe nennen یعنی دلایل رو نام بردن. Ich finde die Sprache schön. به نظر من زبان زیباست. Ich brauche Deutsch für den Beruf. من زبان آلمانی رو برای شغلم نیاز دارم. Ich habe Deutsch gelernt, weil es ein Schulfach war. من زبان آلمانی رو یاد گرفتم چون که یک درس مدرسه بود. Ich möchte die Menschen kennenlernen. من تمایل دارم که مردم رو بشناسم. نمره 7 Gründe, Nebensätze mit weil. دلایل و نبنزتسه ها با weil. Vergleichen Sie die Sätze, wo steht das Komma? Unterstreichen Sie den Weil-Satz, wo steht das Verb? خب میگه که مقایسه کنید، که جملات رو مقایسه کنید. کما کجا قرار داره و زیر weil-Satz ها خط بکشید. Verb, فعل کجا قرار داره؟ Ich habe Englisch gelernt. Englisch war ein Schulfach.
Ich habe Englisch gelernt, weil es ein Schulfach war. Warum hast du Englisch gelernt? Weil es ein Schulfach war. خب میخواد بگه که while وقتی که میاد یعنی چون که فعل رو به آخر میبره و قبل از while ما یک جمله اصلی رو داریم کما میذاریم و بعدش با while جملهمون رو میسازیم که البته در پروژه گراماتیک من کاملا توضیح دادم. Lesen Sie die Beispiele und ergänzen Sie die Regeln. Ich habe tanzen gelernt, weil meine Frau gern tanzt. Ich habe Gitarre spielen gelernt, weil ich gern Musik gemacht habe. Ich habe Deutsch gelernt, weil ich in meinem Beruf weiterkommen möchte. Weiterkommen, yani chi, yani pishraft kardan. من زبان آلمانی رو یاد گرفتم چون که میخواستم در شغلم پیشرفت داشته باشم یا میخوام که در شغلم پیشرفت داشته باشم. اما ریگل چی میگه؟ Im Nebensatz steht das Verb am Ende. Im Nebensatz mit Partizip steht das konjugierte Verb am Ende. Im Nebensatz mit Modalverb steht das Modalverb am Ende. میگه اگه مودال ورب بیاد، اگه پارتیسیپ بیاد، اگه فعل ساده بیاد با ویل همشون به آخر برده خواهند شد. نمره 8 این رگل انوندن، یک قانون رو استفاده کردن. اگنسن زی دیز نبنزته ایش هابه کین ورتربوخ گکافت ویل اس زو تویر وا. ویر کنن اوخ نیشت هلفن ویل. خب اینجا داخل پرانتز جمله رو برای ما نوشته unser Vater am Wochenende kommt، یعنی این فعل میره به آخر. Warum gibt es kein Brot؟ Weil ich nicht eingekauft habe. ببینید فعل ها همه میرن به آخر جمله. نمبر 9 mein Sprachlern Biografie، کاری به این نداریم ولی اینجا این کادر صورتی رنگ. Ich interessiere mich für Spanisch. Ich interessiere mich nicht für Fußball. میخواد بگه که علاقه داشتن فعلی هست که رفلکسیف هست، یعنی این ضمیر رفلکسیف، یعنی این ضمیری که به خودمون برمیگرده میاد و علاقه داشتن به چیزی حرف اضافهش für هست. Ich interessiere mich für Spanisch. من به این دیگه اینجا für برای معنی نمیدهد. من به زبان اسپانیایی علاقه دارم. این هم نکته خوبی هست که شما فعل interessieren رو حتما توی ذهنتون داشته باشید. نمره 2 رو کاری نداریم اما نمره 3 که یک متن خوب هست این رو اجازه بدید من بزرگش کنم که بتونید بهتر ببینید. البته میگم من توصیه میکنم که حتما کتاب رو بخرید و فقط ویدیوها رو همینطوری نبینید، ولی خب اگر امکان خرید کتاب نیست حتما حتما یادداشت برداری بفرمایید. زوپا نمبر 2 این رتسل، یک پازل. رتسل یعنی پازل. Wer war das? Wissen Sie, wann er gelebt hat? یک پازله و میخواد بگه که این متن مربوط به چه کسیه؟ اصلا شما میدونید که چه زمانی اون زندگی میکرده؟ Seine Muttersprache war Genuesisch, ein italienischer Dialekt. زبان اون، زبان مادری اون ژنوایی بوده، یک گویش، یک لهجه ایتالیایی، دیالکت. Seine Briefe hat auf Lateinisch geschrieben. نامه های اون به زبان لاتینی نوشته شده. hat eine Portugiesin geheiratet und Italienisch nicht mehr benutzt. اون با یک زن پرتغالی ازدواج کرد و
زبان ایتالیایی دیگه استفاده نشد. دان بعدش hat er 9 Jahre in Lissabon gelebt. بعدش اون 9 سال رو در لیسبون، در لیسبون و پرتغال زندگی کرد. Seine Umgangssprache war jetzt Portugiesisch, aber seine Briefe waren auf Spanisch. زبان محاورش حالا دیگه زبان پرتغالی بود، اما نامه هاش به اسپانیایی. Er konnte also zwei Sprachen sprechen und zwei anderen Sprachen schreiben. Und میتونست، er konnte، اون میتونست همچنین به دو زبان صحبت کنه و به دو زبان دیگه بنویسه. In seinem Jahrhundert war das für viele Menschen ganz normal. در قرن اون، در قرنی که اون زندگی میکرد منظورشه، Jahrhundert، این مسئله یعنی این چند زبانه بودن برای خیلی از مردم کاملا نرمال بود. Später hat er für den König von Spanien gearbeitet. بعدا اون برای پادشاه اسپانیا، den König von Spanien، پادشاه اسپانیا کار کرد. Mit drei Schiffen segelte er nach Westen. با سه تا کشتی اون به غرب رفت. رفتن با کشتی زگلن. Sein Schiff war die Santa Maria. کشتیش سانتا ماریا بود. Heute tragen viele Straßen und Städte in Amerika seinen Namen. امروزه خیلی از خیابون‌ها و شهرها در آمریکا با اسم اون پوشیده شدند. نخ ایوان ایلیش، به قلم ایوان ایلیش. خب این کسی نیست جز کریستوف کولومب. متن خوبی بود. نمبر 3، این سیتات und viele Meinungen. یک نقل قول و معانی زیاد. Was meinen Sie؟ منظورتون چیه؟ در کادر آبی میخونیم English is ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Jutta Limbach, Präsidentin des Goethe-Instituts. رئیس مرکز یا انستیتوی گوته میگه. Alle Menschen müssen Englisch lernen. یه معنی میشه گفت که همه مردم باید انگلیسی رو یاد بگیرن. Alle Menschen müssen mehr als eine Fremdsprache lernen. همه مردم باید بیشتر از یک زبان خارجی رو یاد بگیرند. Ich finde, man braucht nur Englisch. به نظر من فقط احتیاج که زبان انگلیسی رو یاد گرفت. Zwei Fremdsprachen. Ich finde, das ist ein Muss. دو تا زبان خارجی به نظر من که این یک اجباره. Die meisten Menschen haben Englisch gelernt. اغلب مردم زبان انگلیسی رو یاد گرفتند. Deutsch ist ein Plus. Das heißt ein Vorteil im Beruf. زبان آلمانی یک اضافه است. این به این معنیه که یک مزیت در شغل هست. این به معنی یک مزیت در شغل هست. So. Nummer 4. Sprachen vergleichen. خب کاری به این نداریم دیگه حالا. مقایسه زبان ها. Nummer 5. Internationale Wörter. Internationale Wörter رو هم کاری بهش نداریم. نمبر 6 etwas vergleichen der Komparativ. Diese Komparativ kennen Sie schon. خب قبلا در کتاب A1 در مورد کمپاراتیو ها صحبت شده و شما میتونید به کتاب A1 مراجعه کنید و یا پروژه گراماتیک رو بخونید. Gern, lieber, viel mehr, gut, besser. Teil A, Fragen und Antworten Sie im Kurs und berichten Sie. Magst du lieber Tee, Sommerferien, moderne Musik, lange Haare oder lieber Kaffee, Winterferien, klassische Musik
und kurze Haare. Isst, trinkst, hörst, liest du mehr Pizza, Cola, Ruck, Zeitungen oder mehr? خب فکر نکنم لغتی باشه که من بخوام برای شما ترجمه کنم. همگی در سطح A1 بودن. Teil B, lesen Sie die Beispiele und ergänzen Sie die Regeln. Ist Englisch leichter als Deutsch? زبان انگلیسی سبکتر از زبان آلمانیه؟ Lernen Kinder schneller als Erwachsene? بچه ها سریع تر از بزرگسالان یاد می گیرند؟ Griechisch ist älter als Latein. زبان یونانی قدیمی تر از زبان لاتین هست. Die meisten Schüler im Englischunterricht sind jünger als 14. اغلب دانش آموزان در کلاس زبان انگلیسی جوانتر از کمتر از 14 سال هستند. Regel. Den Komparativ bildet man mit der Endung er oder mit Umlaut plus er. که اینها رو میگم در کتاب A1 و یا در پروژه گراماتیک کاملا گفتیم. Nummer 7 Selbsttest. Haben Sie die Regel verstanden? Ergänzen Sie die Sätze mit den Komparativformen. Ist Englisch leichter als Deutsch, Spanisch als fremde Sprache, ist im Moment in Europa populärer als Französisch. In England lernen weniger Schüler Deutsch als Spanisch. Latein ist älter als Lateinisch. Ist Französisch schwerer als Spanisch? In Polen lernen mehr Schüler Englisch als Deutsch. Super. Nummer 3. Rekorde. Wer kann es am besten? Machen Sie Spiele im Kurs. Teil A. Wer kann den Satz am schnellsten ohne Fehler sprechen? کی میتونه سریعتر جملات رو بدون اشتباه صحبت کنه؟ Wer kommt am weitesten? کی میتونه دورتر ببره؟ Nehmen Sie ein Streichholz und pusten Sie es über den Tisch. یه کبریت رو بردارید و فوتش کنید اون رو بر روی یک میز. Wer pfeift am längsten? Pfeifen Sie einen Ton. کی طولانی تر فلوت میزنه یا سوت میزنه؟ فلوت بزنید یا سوت بزنید یک تون رو، یک صدا رو. Nummer 2. Ein Rätsel und Vergleiche. Berlin ist größer als Stockholm. Stockholm ist genauso groß wie Amsterdam. خب میگه برلین بزرگتر از استکهلمه. استکهلم دقیقا بزرگیش genauso groß مثل آمستردامه. پاریس ایز کلاینر از مادرید. پاریس کوچکتر از مادریده. مادرید ایز نیشت زو groß وی برلین. مادرید بزرگیش مثل برلین نیست. نیشت زو groß وی برلین. Teil B. Wie und als ergänzen Sie die Regel? Regel 1. So plus Adjektiv plus wie. Wir haben nicht so, so groß wie. Oder Komparativ plus als. Nummer 3. Landeskunde Quiz. مطالعات منطقه‌ای، کویز مطالعات منطقه‌ای، کالتسن سی آن. نمبر آ، welcher deutsche See ist am größten? Der Edersee, der Müritz, der Bodensee, der Chiemsee. خب نمبر C یا تایل C درست هست، بودنسه. نمبر 2، welcher Zug ist am schnellsten? Der französische TGV, der japanische Shinkansen, der deutsche ICE, der britische Intercity. Teil B.
der japanische Shinkansen Zeitalien Rator hast. Welche Uhren gehen am genauesten? Kudumikas Saat ha dagir tarine. Atomuhren, Digitaluhren, Kuckucksuhren, Schweizer Uhren. Hobrats an, Schweizer Uhren, dagir tar hast, as bagir Saat ha. Saat atomi, Saat digitali, bagir Saat hoi ke hada yek کوک میشه و حالا یه پرنده هم میاد بیرون. دوستان عزیز، این هم از درس امروز ما و تایل دو یعنی تایل آخر درس اول رو در جلسه بعد خدمت شما خواهم گفت. اگر کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردید حتما این کار رو انجام بدید. زنگوله یک کانال رو سابسکرایب رو هم فشار بدید که محض آپلود جدید هر ویدیو خودتون همون لحظه با خبر بشید. پس تا جلسه آینده، چیز.